با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به دیگر از ویدیو های من. لطفا چینل ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و جالب ما را از دست ندهید. ترامپ رفت، اما ترامپیزم همچنان باقی خواهد ماند. با گزارش از روزنامه 8 صبح، در نیمه روز 20 جنوری دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا واشنگتن را به مقصد فلوریدا ترک کرد. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد و با تمام سر و صداهایی که راه انداخت، از ادعای تقلب گسترده گرفته تا استفاده از تمامی مجاری رسمی و غیر رسمی برای تغییر نتیجه انتخابات، باز هم مجبور شد در مقابل دموکراسی تسلیم شود و قدرت را به گونه مسالمت‌آمیز به رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن تحویل دهد. او بدون اینکه در مراسم تالیف رئیس جمهور جدید شرکت کند، از واشنگتن رفت. ترامپ رفت، اما مرام و روشی که از او نمایندگی میکرد به این زودی ها از بین نخواهد رفت و چی بسا که روز به روز رشد خواهد کرد. ترامپ نماد کاملی از پوپولیزم و عوامگرایی بود و این پوپولیزم با رفتن او پایان نمیپذیرد. در این نوشته تلاش شده است تا بعد تبیین خلاصه ای از مؤلفه های پوپولیزم بر اساس نظریات مارگارت کاوان و بررسی تحقق این پدیده ها در منش ترامپ پرداخته و سپس با اشاره به عوامل ظهور پوپولیزم نتیجه گیری شود که این پدیده با رفتن ترامپ از بین نخواهد رفت. اندیشمندان سیاسی به تبیین و تعریف پوپولیزم پرداخته و تعریف های متفاوت از این پدیده ارائه کردند. مارگارت کاوان پوپولیزم را به فلسفه و سبک از سیاست تعریف می کند که در آن عقل و فضیلت مردم عادی اکثریت خاموش را بالاتر و مهمتر از عقل نخبگان جامعه می داند. به باور او پوپولیزم خشم و نفرت زیادی نسبت به وضعیت موجود جامعه و نخبگان جامعه دارد. نارضایتی از عمل کرده سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم از جمله مهمترین مؤلفه های پوپولیزم است. در پوپولیزم است که بانک های بزرگ، شرکت های چند ملیتی، رسانه ها، نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقامات دولتی با بدبینی تعریف می شوند. با توجه به مؤلفه هایی که در مورد پوپولیزم گفته شد، می توان ادعا کرد که ترامپ نماد کاملی از پوپولیزم بود. او یک عوامگرا و پوپولیست تمام عیار بود. ترامپ تمام مؤلفه های یک رهبر پوپولیست را در خود جمع کرده بود. نگاه گذرا به سخنرانی ها و رفتارهای او چی پیش از ریاست جمهوری و چی در دوران ریاست جمهوریش نشان می دهد که ترامپ به تمام این مؤلفه ها عمل می کرده است. ترامپ هماره علیه وضع موجود موقف انتقادی می گرفت. او در کمپان های انتخاباتی خود در سال 2016 تاکید می کرد که نسبت به سیستم حاکم در امریکا چنان یک خارجی است. ترامپ با توصیف خود به عنوان یک خارجی نشان می داد که نسبت به سیستم امریکا هیچ وابستگی و حس تعلقی ندارد و خود را بیگانه معرفی می کرد. او بارها و بارها در کمپان های انتخاباتی خود در سال 2016 به نخبگان سیاسی حمله و با این حملات نارضایتی خود از وضع موجود را اعلام میکرد. ترامپ در توییت هیلاری کلینتون را یک حلقه باز توصیف کرد. حمله ترامپ به هیلاری کلینتون جدایی از رقابتی که با او داشت حاوی یک پیام دیگر نیز بود و آن پیام نارضایتی از سیستم حاکم امریکا بود، زیرا هیلاری کلینتون به عنوان کسی شناخته میشد که عملا نمایندگی استابلیشمنت و سیستم سیاسی امریکا بود و سالها در دستگاه سیاست ایالات متحده فعالیت کرده بود. او هیلاری را به عنوان یک نماینده از سیستم امریکا مورد نقد قرار میداد. همین طور ترامپ از سیاست های نخبگانی حاکم انتقاد میکرد. انتقاد او بر یک فرد یا یک سیاستمدار مشخص نبود، انتقاد او از کل سیاست های حاکم بود. ترامپ با شعار اول امریکا تمام سیاست های خارجی ایالات متحده را مورد نقد قرار میداد. او تلاش میکرد با این شعار نارضایتی مردم و از سیستم امریکا را نشان دهد، سیستمی که به نظر ترامپ در عرصه خارجی و بین المللی مصارف بیهوده ای انجام میدهد. و همین جهت بود که ترامپ بودجه وزارت خارجه امریکا را 30% کاهش داد.
تا نشان دهد که سیاست های این وزارت اضافی است. همین طور هم باره دخالت ایالات متحده در جنگ های بیهوده را مورد انتقاد قرار می داد. بیهوده بودن جنگ افغانستان و عراق و بعد پایان دادن به این جنگ ها شعار مهم انتخاباتی ترامپ در کمپان های 2016 بود. در مورد رسانه ها هم ترامپ دیدگاه انتقادی داشت. او با استفاده زیرکانه از واژه فیک نیوز و یا رسانه ها یا اخبار تقلبی تلاش میکرد که رسانه های امریکا را مورد حمله قرار دهد. ترامپ چنین باور داشت که رسانه های ایالات متحده در خدمت سیستم سیاسی حاکم هستند و به آنچه برای مردم سودمند است نمیپردازد. موزگیری ها و رفتارهای جنجالی او در مقابل خبرنگاران متعدد نمونه ای از موضع ترامپ در قبال رسانه ها بود. رفتار ترامپ در قبال مهاجرین هم برخواسته از کنش های پوپولیستی او بود. ترامپ نماینده بومی گرایانه شده بود که باور داشتند مهاجرین فرصت های شغلی برای مردم بومی کشور از بین می برند. او در یکی از توییت های خود مهاجرین مکزیکی قاتلان تجارت خواند. دیوار کشی های ترامپ نمونه کاملی از سیاست پوپولیستی و عوام فریبانه او در مورد مهاجرت بود. با توجه به این مؤلفه ها و مرور مختصر سخنرانی ها و کنش های ترامپ در عرصه سیاست می توان با قطعیت ادعا کرد که او نماد کاملی از پوپولیسم بود. ترامپ توانست به همین شعارهای عوامگرایانه خود به کاخ سفید را پیدا کند و برای 4 سال بر مسند ریاست قدرتمندترین کشور جهان تکیه بزند و جهان را مضطرب و نگران سیاست های سلیقه‌ای و ناگهانی خود کند. گرچند ساختار دموکراسی امریکا توانست تا حدود زیاد قدرت ترامپ را محدود کند، اما باز هم با تمام محدودیت ها او دموکراسی ورزش هایی که رهبران ایالات متحده از آن سخن می زدند را زیر پا گذاشت. روی کار آمدن ترامپ تلنگری است برای دموکراسی ها، تلنگری که نشان می دهد میدان برای ظهور افراد پوپولیست باز شده است. به باور سیمول پست، افزایش نارضایتی از سیستم سیاسی و اقتصادی و رشد نابرابر اقتصادی مهمترین عامل برای ظهور پوپولیسم و تمایل مردم به سیاست های پوپولیستی شمرده می شود. وقتی مردم از وضعیت موجود نارضایت باشند، به سمت گروه ها و جریان های افراطی متمایل می شود. فرانسیس فوکومایو نیز در فصل آدرسش تو باز کتاب اخیرش هویت به نقش شکاف اقتصادی فرهنگی و نارضایتی اجتماعی در رشد جریان های افراطی و پوپولیست ملیگرا اشاره میکند. به باور فوکویاما، نارضایتی از شکاف های اجتماعی باعث آن میشود که گروه های عوامگرای ملیگرا رشد کنند. گرچند به گفته فوکوما انتظار این است که شکاف های اجتماعی برشت جریان های چپی بیانجامد، اما ظاهرن این مسیر دچار آدرس اشتباه میشود و ظهور پوپولیسم ملیگرا میانجامد. همین عوامل در قدرت رسیدن ترامپ نیز نقش موثری داشت. زیاد شدن انواع شکاف‌ها در امریکا، از جمله شکاف اقتصادی، نارضایتی مردم از سیاست‌های هزینه‌آور ایالات متحده در عرصه بین‌الملل، نارضایتی مردم از بیکاری و تصور اینکه مهاجران و کارگران خارجی موقعیت‌های کاری مردم بومی را تصاحب کردند، همه و همه باعث آن شد که شخصی مانند ترامپ بتواند موقعیت به خوبی استفاده کند و با شعارهای عوامگرایانه خود به این نارضایتی ها مسیر بدهد و خودش را به کاخ ریاست جمهوری برساند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفا برای ویدیوهای تازه و جدید ما کانال ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. تا ویدیو با ما بعدی، بدرود.